این یک برنامه آگاهی دهی برای پناهجویان افغان است که دارای پرونده پناهندگی یا اسایلم در امریکا هستند. با یک پیام واضح به افغانستان سفر نکنید، چون خطر از دست دادن گرین کارت و پرونده پناهندگی تان را در پی خواهد داشت. شمار از وکلای مهاجرت در این برنامه که در ایالت کالیفرنیا را اندازی شده به این پناهجویان توسعه کردن که سفرشان به افغانستان تمامی ادعاهایشان درباره احتمال وجود خطرات جانی در افغانستان را زیر سوال خواهد برد. دلیل نگرانی مؤسسه جیرا در این خصوص چی هست؟ چیزایی که ما در آخرها زیاد میشنویم، کسایی که با اسایلم گرفتن و اینجا هستن و بسیار منتظر گرین کارت خود هستن که پس برن، و قسمی که ما همیشه ما رای میزنیم که میگه پس کارشون درست است، غلط است، و ما نمیخوایم از دل خود یک چیزی جور کنیم که تی سپوجمه جان به یک وکیل امیگریشن کارشون گپ زنیم که همی کار کدام مشکلات برشان پیش میاره یا نمیاره. قسمی که واب ما قصه کردن، ما بسیار به حساب نارام شدیم که بسیاری افغان ما تصمیم بسیار غلط میگیرن. با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط دوباره طالبان بر این کشور در سال 2021 میلادی، حدود 100 هزار افغان به آمریکا مهاجرت کردند که از این میان حدود 50% این پناهجویان اقامت موقت و مشروط یا پارول دریافت کردند و بقیه با دریافت ویزه ویژه مهاجرت یا SIV در آمریکا اسکان داده شدند. از رای پارول اینجا آمدن، باز برای اسایلم فایل کردن، بعد از او یا آلی فعلا اسایلم دارن یا از رای اسایلم گرین کار دارن. به نظر وکیلای کل امریکا یا افغانستان نرن تا که سیتیزن شوه، از خاطر که افغانای ما که وقت اسایلم فایل کردن از خاطر که یا خطر داشتن، وقتی که یا گرین کارت میگیرن در گرین کارت نمیشته کردن که یا گرین کارت از رای اسایلم گرفتن. باز پس که اینجا میاین امکان است که برایشان در کستم بوردر CBP برایشان جنجالا شوه که شما اصلی خطر نداشتین که شما اسایلم فایل کردین. خانم ناصری میگوید افرادی که از طریق ویزه ویژه مهاجرت یا SIV گرین کارت دریافت کردن می توانند به افغانستان سفر کنند، مگر اینکه خودشان تشخیص دهند سفر به افغانستان برایشان خطرناک است. یگان افغانا را در دیپورتیشن پیشکسایشان بردن از خاطر که یا گفتن که شما اگر خطر داشتین اسایلم گرفتین، شما چطور پس افغانستان رفتین؟ من نمیگم که هر نفر تو میشه، آقانای ما گپا میزنن که فلانی رفت و رفت گپ نشد، مگم شده که گرین کارتشان گرفته باشن. با اینکه شماری از کشورها از جمله امریکا در مورد سفر شهروندانشان به افغانستان هشدار دادن، اما طالبان در 2 سال گذشته کمپاین وسیعی را برای امن نشان دادن افغانستان و تشویق شهروندان خارجی و افغان به خاطر بازدید از افغانستان راه اندازی کرده اند. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.